در مورد این عقاید حزب اوغان ملت و سمسوری های امروزی آقای دکتر مهیدن مهدی می نویسد. این نظریه منفور و معلفه دارد. اول، برتری حقوقی اوغان ها بر تمام اقوام خراسان و دوم الحاق ایرازی ماورای دیورند تا پل اتک به خاک خراسان. این دو فرضیه غلط باز هم بر چند فرضیه غلط استوار است. فرضیه غلط اول، دولت اوغان توسط اوغان تشکیل شده و خراسان تنها دولت افغانی باید در جهان باشد و همه ملیت ها باید هویت افغانی ما را بپذیرند. فرضه غلط دوم به اعتقاد این سلطه طلبان و برتری جویان پیره و سیونیزم یهود اوغانها ها در خراسان اکثریت را تشکیل می دهد. فرضه غلط سوم ملیت های دیگر غیر اوغانها ها مخرج مشترک و محکم ندارند تا قادر به ایجاد اطلاع و اتحاد دوامدار باشند. رد دلایل فرضی اول پیش از احمد شای ابدالی این سرزمین خالی از سکنه مانند کانادا، ایالات متحده ای امریکا، استرالیا یا زیلاند نو نبود که احمد شا آمده و کدام تمدن بزرگ را مانند رهبران امریکا به وجود آورده باشد. برخلاف، امپراتوری احمد شای عبدالی یک نظام غیر اقلانی، غیر علمی و متکی بر غز و غارت بود و کدام افتخاری ندارد. امریکا در سال سوم پادشاهی تیمور شای عبدالی، 1776 میلادی استقلال گرفت. امروز متمدن ترین و قدرتمندترین کشور جهان است که امریکایی ها می توانند به آن افتخار کنند. اما از امپراتوری احمد شای عبدالی فوزله هم باقی نمانده است. پیش از احمد شای عبدالی جهانگشایان دیگری نیز بودند که احمد شای عبدالی دست براورده یکی از آنها نادر قلی خان است. و دوم، دلیل تردید دیگر این فرضیه غلط این است که کتاب تاریخ احمد شاهی توسط محمود الحسینی که بیست پنج سال در هزار و سفر همراه با او بوده نوشته شده. اسمی از افغانستان من حیث یک محدوده سیاسی سی سی یا کشور برده نشده بلکه احمد شاه پادشای خراسان و قلم روش خراسان بوده است نه افغانستان این کتاب تاریخی و رسمی دربار نشان می دهد که زبان اوغانی زبانی برای تحریر و زبان علمی و ادبی نبوده است به تکرار حکایت از همان صابرشاه کابلی در حقیقت ملتانی که باید یادآوری کرد شهنواز خان حکمروان لاهور از او پرسید برادرم احمدشاه چی حال دارد صابر شای ملتانی در جواب گفت گستاخی مکن احمد شا پادشاه خراسان است و تو صوبه دار پادشاه هندوستان حتی شاهان درونی و بارگزایی تا افزل خان 1867 میلادی خود را پادشاه خراسان می دانستند و در مهر شاهی افزل خان نیز خراسان حق شده در تاریخ نامه هرات تعلیف 723 هجری قمری یعنی قرن هشتم هجری آن خراسان تاریخی شامل خراسان امروزی نمی شود جز خاک پاکستان امروزی است که از غرب کوههای سلیمان تا دیوار غربی وادی سند امتداد دارد در رد ادعای تاریخ سازان و قبیله گرایان تمامیت خواهد حتی شهر پشاور را که به وسیله شاهپور دوم ساسانی در آغاز قرن پنجم میلادی بنیان گذاری گردید و امروز نام آن مسخ گردیده آن را به خاور ساختن. تا صده شانزدهم میلادی هم یک شهر فارسیگوی و شهر تاجک های یا دهگان ها بوده است. دکتر محمد سیوسی سی می نویسد. واژه اوغان که به نام کلام یک محدوده سیاسی جغرافیایی مبدل شد نخستین بار در جغرافیای مجهول المعلف حدود العالم دیده شده و در تاریخ یمنی نیز از آنها به عنوان یک ارگان جنگی سلسله غزنویان تذکر رفته است نه به عنوان یک محدوده جغرافیایی به نام کشور در خراسان نه تنها قوم افغان میزیستند بلکه گروه های مختلف چندین میلیونی از تاجکان من حیث یک قوم بزرگ و باشنده اصلی سرزمین هزارگان، ولوچان، کردان، ازبکان، ترکمنان، عرب ها زندگی می کنن. در قرن هجده هم به علت بیسامانی ها و خاک فروشی سران دو قبیله صدوزای و محمدزایی منطقه حیاتی انگلیس ها قرار گرفت. را روتی معارخ مشهور در کتاب یادداشتها در باره خراسان و بلوچستان در صفحه چلونوی کتابش و همچنین آقای عبدالحمید محتاد نویسنده جرف نگر در تا کتاب تاریخ تحلیلی خراسان نوشتن. ننگرهار یکی از شش ناحیه سرزمین تاجک است. در نو در این ننگرهار پانزه هزار خانواده تاجک زندگی دارند و زمین داری است. آنجاها علاوه بر تاجک ها ایده قلیل اوغان ها نیز بود باش دارند. و نوشته فیض محمد کاتب هزاره در کتاب نجاب نامه در مورد اقوام ساکن با جور پاکستان امروزی می نویسد. از توایف مقیم با یا با علاوه بر فرقه ترکانی که در نفس آن مقیمن در بدن کوها و شمال آن اقوام کافر سیاه جدید الاسلام 500 هزار نفر قوم صافی و سی و هفت هزار ست نفر از قوم تاجک و پنج هزار نفر از قوم شنوار زیر اطاعت انگلیز در افتراق و سر که حدود چهارصد سال بعد با از باور هم ترکیب قومی آن تغییر نیافته. اگر به نقشه ها یا لیست حدود 360 شهرستان یا ولسوالی نگاه کنید با وجود تلاش هایی که تا 100 سال اخیر بدون وقفه برای اوغانسازی صورت گرفته و نامهای اصلی تاریخی و فرهنگی مناطق به وسیله قبیله پرستان تغییر داده شده با آن هم نام های حدود 80 درصد دهکده ها شهرها شهرستان ها و استان ها اوغان نشین و طور طبیعی به زبان فارسی هستند آقای دکتر مهدی به نقل از گریگوریف پژوهشگر اروسی می نویسد. این نام های طبیعی نشان می دهند که سرزمین خراسان موجود سرزمین پارسی زبان هاست و از قدیمترین ترین اقوام ساکن این کشور تاجک ها، نورستانی ها، براهوی ها، بلوچ ها،, ها، و ملت‌های دیگر هستند. اگر نام و هویتشان حفظ نشود تعدادی در حال نابود شدن قرار دارند. اما اعتقاد اخلاقی انسانی و احترام به حقوق بشری حکم می کند که تقدم و تاخیر در زمان اسکان در خراسان نه برای کسی امتیاز بیشتر دارد و نه کسی را حقوق شهروندی و مدنی محروم میسازد. مردم متمدن امریکای امروزی شاید بیش از 100 تا 150 کشور دنیا و آنجا مهاجرت کرده باشد. اما همه بعد از پنج سال سکونت شهروند شده حقوق مساوی دارند. جلکاران تاریخ می دانن و باید بدانند اگر جاگزینی اقوام و قبایل اوغان در شمال کشور از کوتل سالنگ تا دریای آمو از بدخشان تا تخارستان، شبرغان، بغلان، مزار شریف، میمنه و بادغیز تاریخی بسیار جدید دارد کانها را بعضی ها ناقلین و بعض غاسبین اوغان مینامند نامند به وسیله تیمرشای عبدالی عبدالرحمن خان و دوران حاکمیت نادر، ظاهر، داود، به رضا یا با دادن امتیازهای وافر که در نظام نامه ناقلین تدوین شده در دوران حکومت الله واضح و روشن درج است. یا حتی جبری جابجا شدهاند و پیش از حکومت احمد شای عبدالی به ویژه پیش از حکومت تیمور که از چنگ شوریشیان سران قبایل قندهار به کابل در سال دوم پادشاهیش از 1774 میلادی گریخت و پایتخت را انتقال داد یعنی به تاجک ها و پارت زبان ها پناه آورد حتی یک خانواده اوغان در سراسر شمال کشور از بدخشان تا بغلان تخارستان بلخ و میمنه وجود نداشت و مردم به نام اوغان گروهی را نمی در حالی که ترک ها در قرن ششم میلادی وارد سرزمین خراسان بزرگ و بخش شرقی آن خراسان کنونی شده اند افضل خان خطک شاعر اوغان تبار نواسی خوشال خان در کتاب خود تاریخ مرسه بسیار واضح و روشن از نخستین مهاجرت قوایل پشتون اطراف کوههای سلیمان به قندهار در عصر شارخ 1404 تا 1446 میلادی و الوغویک در سال 1446 الی 1448 تای حدود نیم قرن گزارش داده که از آنجا به بعد به مناطق همجوار تا کابل و هرات جابجا شدند مومندی ها و افریدی ها بدتر از یوسف زایی ها در عصر باور در سال 1505 الا 1529 میلادی در شمال پشاور جا بجا شدند. مرحوم فرهنگ نیز واضح و روشن می نویسد. از قرن پانزه هم به بعد قبایل اوغان در اطراف قندهار جاگزین شدند. از آن جمله غلجایی ها در شمال شهر در سمت غزنی و شایر مختلف عبدالی در جنوب و غرب شهر سکونت اختیار کردند. در حالی که هر دو قبیله غاصب با وادی حاصل خیز ارغنداب چشم دخته بودند. آقای مصباح زاده می نویسد در دیرینگی تاریخی اقوام اوغان و هزاره حرفی نیست آنچه مورد سوال می باشد این است که نه آریایی تبار بودن پشتون ها ثابت می شود نه غوری تبار بودن آنها دیرینگی اوغان ها و هزاره ها را نمی توان به حساب دیرینگی کوشانی ها یفتلی ها و غوری ها گذاشت. این بخش جداگانه است. اما مهم این است که زیست بوم خستین اوغان ها کجا بوده و چی وقت در سرزمین موجود خراسان جا بجا شده. زمین های اقوام و بومی را غصب نمودن. باز هم به قول دکتر شهرونی استاد حبیبی در کتاب خراسان بعد از اسلام نخست این که در دوران نخست اسلام نام افغانستان کجا بوده که تاریخ آن باشد دومین که باز هم با الفاظ و کلمات بازی سیاسی کرده از قول ایوان تسانگ شونگ چونگ چینی نوشته است که چون زبان مردم فلانه شباهت کمی و زبان هندی داشت به این صورت باید زبان او پوکین یعنی زبان افغان یا اپگان باشد باز هم مرحوم حبیبی تعبیر خوابالود دیگری نموده که زبان مردم غزنه و فلنه یکی باشد و زبان مردم غزنی هم اوغانی بوده است. استاد حبیبی باز هم تعبیر دیگری یا فالبینی دیگری نموده که زبان خلجیه بدون شک اوغانی بوده است در حالی که دهها مستشرق و پژوهشگر معتقدند که خلجی ها ترک بوده به نوشته پروفیسور شهرانی چون کتاب لویکان غزنه را خود استاد حبیبی داشته تعبیر های گونه, گونه و فالبینی های عجیب غریبی نموده است در حالی که لوی واژه ترکیه است در تاریخ های موسق پیش از کتاب لویکان استاد حبیبی کلمات لاویک ها لاویک ها و انوک ها آمده است مرحوم استاد حبیبی در تمام عمر با وجود پژوهش های قابل قدرش سعی بر این تا زبان افغانی را از محرومیت فرهنگی و تاریخی نجات دهد همان طور برای نوشتن پت خزانه زحمات زیادی کشیده اما با وسیله دانشمندان بزرگ اروپایی مانند مورگن اشترن، پروفسور همام نجیب مایل هروی قلندر مومن، و فامعصومی این جانب شهرانی و یونسکو رد گردیده است آقای دکتر مهدی به نقل از تاریخ سلطانی جاگزین شدن عبدالی ها را در مناطق هموار قندهار مربوط قرن پانزه میلادی دانسته می نویسد. عبدالی ها پس از گرفتن این ولایت بر سر تقسیم زمین جنجال و دعوا کردند تا اینکه شخص به نام عمر را به حیث پیشوای خود انتخاب و اختیار توزیع زمین به قبایل و خانواده ها را به وی توفیز نمودند در رقابت های دولت صفوی فارس و گرگانیان هند بخت با آنها یاری کرد سران هر قوم اوغان خود را به دامن یکی می اندخت. در خدمت آن قرار می گرد و علی اقوام دیگر پیش جنگ میشد. در این زمان ملک صدو که قوم صدوزایی به وی منصوب است از قبیله پوپلزایی جانب دولت گرگانی بابری ها را در 1622 میلادی گرفت. و وقتی در سال 1649 میلادی صفوی ها دوباره قندهار را گرفتن ملک صدو و اقوامش من حیث خدمت گزاران دولت مغولی از قندهار فراری شده به هند رفتند. و در همین سال 1649 میلادی اورنگزیب در ملتان برایشان زمین و جاگیر داد حدود 50 سال بعد دولت خان عبدالی از اخلاف ملک صدو در قندهار تای جنگ به طرفداری دولت باوری به با دست گرگین فرمانده دولت صفوی کشته شد و عبدالی ها نیز به صحرای کرمان یعنی فارس تبید شدند به این سبب مورخان جرفنگر احمد شای عبدالی و صفوی صابرشاه را ملتانی به استناد کتاب زندگی نامه میرویس قندهار یا شهزاده پارسی که به وسیله یک افسر سویدنی در سال 1723 میلادی در سویدن نوشته شده و به وسیله آقای دکتر لالزاد در سال 2012 میلادی ترجمه و چاپ رسیده است. یکی از حقایق دیگر تاریخ نیز روشن می شود و آن این که قندهار را امیر باقر خان فرغانه ای پدر میرویس خان از صفوی ها شاه حسین صفوی گرفت. مربوط دولت بابری های هند ساخت چون شاه حسین آدم فاسد، عیاش و زن صفت بود که در ده سال چار تا پنج میلیون بوتل شراب فاین نوشیده بود. اما در خراسان میرویس خان پسر شاه آلم خان سال 1119 یکصد نزده هجری معرفی شده. میرویس خان مشهور به هوتکی کی بود؟ میرویس خان که به هوتکی مشهور گردیده به نوشته افسر سویدنی که سالها مشاور موصوف بوده نه هوتکی بوده نه اوغان نه قندهاری وای پسر امیر باقر خان تاتاری از بخارای کوچک سغدیانه امروزی مربوطه تاجکستان بوده است. حدود بخارای کوچک در شرق آن منگولیا و بیابان چین در شمال آن منگولیا و قسمت هم سرزمین قلمق های شرقی و در جنوب آن هندوستان بزرگ آن روز قرار داشته. این وضعیت اروزی تا سال 1683 میلادی جریان داشته است. امیر باقرخان حاکم سغدیانه بعد از حمله قلمق ها به قلم روش بخارای کوچک شکست خورده با خانوادهش به بخارای بزرگ انتقال می کند و از آنجا به مشوره بعضی دوستانش از رود اکسوز یعنی آمو گذشته وارد بلخ امروزی می که قسمتی از بخارای بزرگ محسوب می شده و حاکم بلخ در آن روزگار زیر اثر مغول عظم اورنگزیب بوده است چون امیر باقرخان سنی مذهب متعصب و مخالف حکومت متعصب شیعی صفوی بود مورد توجه مغل اعظم قرار گرفته و بعد از چند بار لشکرکشی از بلخ و مربوطات شرقی دولت صفوی بالاخره به حمایت دولت مغلی هند از راه بامیان و کابل با نیروهای تاتوری تاجک اوغان و بلوچ ها زیر قلم رو هند قندهار را از دولت صفوی می گیرد. و میرویس خان از مادر ازبک تبار به نام گنی در قندهار به دنیا می آید و در 15 سالگی از سوی پدرش و دربار اورنگزیب مشهور به مغول اعظم همراه با مشاورش افسر سویدنی به هند اعزام شده. چند سال در هند می ماند با کواسای مغل اعظم دختر متیودین و نواسه شاه خان ازدواج می کند. سال سه میلادی و دو سال بعد از ازدواج به خانمش روشانه رای بیگم به قندهار می و مورد استقبال قرار می گیرد و پدرش امیر باقر خان در سال 1712 میلادی و مادرش گنی در سال 1713 میلادی از جهان ودا می نمایند و در سال 1712 میلادی میرویس خان به توصیح پدرش در حضور برادران ناتنی و عراقین حکومت جانشین پدر می شود و حکومتش در قندهار آغاز می گردند به روایت این کتاب مستند که در سال 1723 نوشته شده و این افسر سمیدنی مشاور میرویس و پدرش بوده میرویس خان نه هوتکی است نه قلجایی نه قندهوری و نه مادرش نازو انا بوده بلکه نام مادرش گنی ازبکتبار و پدرش فرغانهی تاجکستانی بوده است همین قسم حضور اوغان ها یا پتان ها در شمال شرقی سفلای رود کابل تا محل پیوستن این رود به رود سند یعنی از حدود لغمان یا لمغان تا پشاور و رود سند و قرن شانزه میلادی می رسید. پیش از آن از لغمان تا ننگرهار و حتی کنرها مناطق فارسی زبانها و اقوام غیر اوغان مانند صافی ها، نورستانی ها، تاجک ها، ترک ها، عرب ها بوده است. آقای دکتر مهدی از قول ریسنر پژوهشگر مشهور روسی نوشته است فقط در اوایل قرن 16 هم گروهی از قبایل افغان شامل یوسف زایی و مندوزایی به دنبال مبارزات مسلحانه غصب و غارت و تجاوزگری های طولانی در حق اقوام دیگر قسمت شمال شرقی سفلای رود کابل را تا محل پیوستن این دریا به رود سند و این نیز ولایت کوهستان سواد را اشغال کردند در ادامه وزیرستان در قرن 16 میلادی توسط وزیری ها اشغال شده. قبایل اوغان ساکن دیرجات یعنی قسمت جنوبی بنو شامل مناطق گندپور، خروت ها، اشترانه، بابری ها و میخلی ها که جمع از قبیله لوخانی هستند، به ترتیب در قرن 17، 16 و 19 وارد این سرزمین شدند. قبیله بنوچی در اوخال قرن 14 و اوایل قرن پانزده از اطراف کوههای سلیمان به جانب غرب یورش برده قسمت جلگه های بنو بین رود توچی و کرم را اشغال نموده و در زمان سلطنت جلال الدین اکبر قبیله نیازه را نیز پیش از آن در بنو مستقر نبودند. بیرون رانده قسمت های بنو را اشغال کردند زیرا هم به استناد نوشته رسنر پژوهشگر روسی در مجموعه مراتها، ها و نوچی ها ها،, ها اشتران و دولت خیل ها باوری ها تا قرن 14 تا 17 میلادی در نایه دمن جوگزین شدند. این که بعضی ها بسیار جاهلانه اوغان ها را وارثان اصلی سرزمین خراسان کنونی دانسته دیگر اقوام را با تردستی خیانت و جل در تاریخ مهاجر خطاب میکنند یک شرم تاریخی است. به نوشته وارتان گری گوریان در کتاب ظهور خراسان نوین در دوره اسلامی از کلمه اوغان از نام قومی به نام اوغان یا پشتون تا قرن چهاردهم همه میجری قرن دهم میلادی در کتاب جغرافیا و تاریخی نامی به میان نیامده و در این دوره قرن دهم میلادی برای نخستین بار این اثر 976 میلادی معلف کتاب حدود العالم احتمالا ابن فریغون در سال 982 میلادی از وجود قومی به نام اوغان در اطراف کوههای سلیمان یاد کردند. مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ به سراحت نوشته است که در دوره بعد از اسلام قدیم ترین لغر اوغان در کتاب حدود العالم به نظر می رسد که گفته است اوغان ها در قصبه ساول سکونت دارند و در ادامه نوشته است که پادشاه بنهار که ادعای اسلام می کند اما سی زن مسلمان اوغان و هندو دارد. مرحوم استاد عبدالحی عبیبی به تاریخ سازی مشهور است خود در صفحه نو جلد دو تاریخ مختصر خراسان می نویسد. شمس و محمد موهین ابن ابی بکر کرد به تاهیر بهادر حکمران تاتاری پناه برد و حکمران تگین آباد شد. از آنجا حضور مینگون خان رفت سال 1247 میلادی مطابق 645 هجری خان موصوب به پاز خدمات و سوابق دودمانش حکومت تمام هرات جام با خزر، فوشنج، تولک، خور، فیروسکو، سجستان و تگیناباد آباد منطقه در قنده ها رو کنونی غرجستان، مرغاب، فاریاب، مرحق و فرا و سجستان تا کابل و تیرا و خراسان تا شت سند را به با وی باز گذار. از نوشته استاد حبیبی هویداست که حتی یک وجب آن شامل خراسان امروزی نیست. چنانچه مرحوم فرهنگ به وضاحت نوشته است که در فقط در قرن نوزدهم در نامه جوابیه لودر آگلند نایب السلطنه هین 1838 میلادی انوانی شاججای الملک شای فراری و بعد در ماهیده سی جانوی لاهور 26 جون 1838 میلادی میان مکناتین رنجیت سنگ و شاججا برای بار اول نام افغانستان من حیث کشور و جای خراسان ذکر شده است. به نوشته آقای مصباح زاده در رابطه با دیرینگی واژه افغان و معرب آن افغان و واژه افغانستان در بستر تاریخ این نتیجه به دست میاد که نام افغان در قرن چارده همه هجری قرن دهم میلادی وارد تاریخ رسمی گردیده و در قرن هفتم هجری سیزده میلادی به عنوان یک قوم در اطراف رشته کوههای سلیمان شامل پاکستان امروزی ظهور کردند در ظرف 600 تا 700 سال در زردمین های سوخته غصب و غارت شده توسط مهاجمان خارجی چون مغل ها، تیموری ها، گرگانی ها، صفوی ها، ها، افشاری ها، ها، اقوام و ناصری از گروه های هندی، عرب، ترک، بلوچ، تاجک، راجپوت هندی، دراویدی ها، جد ها را زیر فشار جذب کرده زبان و فرهنگ را تغییر داده و در بخش وسیعی از خراسان حضور خود را محکم کردند